خب ادامه مطلب در ارتباط با اکسپلور کردن دیتا ها به در حقیقت به اکسل از توپ لیر ما، توپوگرافی سطح زمین ما که ما میام چیکار میکنیم، اینا رو اومدیم این دیتا ها را که تموم شد به اکسپورت به اکسل، اینا میره اکسل وارد میشه، این تموم میشه و ما توی اکسل اینو میتونیم چیکار کنیم، مرتب کنیم برای کار خودمون. اینا اومد توی اکسل نشست، یعنی اینجا دقیقا اینا ایکسه، اینا ایگرگه، اینم چیه زده. حالا اینو چجوری با چه فرمتی پنزا فوردی دیتا هستش، من اینو با چه فرمتی دقیقا بچینمش توی چیه توی این نرم افزار خودم. نرم افزار ما که توی پی الوین هستش، اینجا اگه ما بریم قسمت فیلد اینترپولیتور، اینجا یه ورودی میخوادش، من باید اینو به صورت دات، یعنی باید پسوند دات بدم، خروجی به صورت پسوند دات چیز میشه. اینو اگه هلپش بزنم اینجا گفته که اینا حتما باید با کاما جدا بشن و توی سطر اول مثلا اون 5400 تا رو باید بنویسم، توی سطر بعدی اول x بعد y بعد z، یعنی باید ترتیب اینا رو مرتب بکنم. من این سطر x رو باید بیارم اول کات کنم، بذارم اینجا insert cutted cell، بعد insert cutted cell اینو بذارم اینجا y insert cutted cell، اگه اینو بذارم من اینو توی چیز بچرخونش بره اونور توی ویو تو پیج لیوت، اینو اگه بذارم اینوری قرار بگیره اینجوری میشه. بعد من به جای سطر اول باید چیکار کنم، 5000 چند تا بود داده بود 5000 این تعداد رکورد، یعنی 5448 تا رو یه گوشه یادداشت میکنم، 5448 تا اینو باید بیام اونجا استفاده بکنم برای مدلم. حالا چیکار بکنم، اینجا اینو توی اکسل مرتب کردم، اینا رو باید با کاما هم جدا بکنم، یعنی من این اولین سطر اول x پاک میکنم، اینو این z یه کاما اینجا میزنم، این کاما رو چیکار میکنم تا آخر کپیش میکنم، یکم اینجا insert یه کاما اینو تا آخر کپی میکنم، با اینو سیو ازش میگیرم، سیو ازش میگیرم به صورت چی؟ تکست دیگه، تکست تبدیل میته، یعنی یا در واقع یونیکد تکست، حالا اینو با تب جدا شده یا یونیکد تکستش میکنم. اینو که اینجا چیز کردم میرم توی درایو جی مدلینگ تبسم اسینا، اینو توپک میکنم اسمش رو توپک کردم، اینو سیوش میکنم، یس یس. اینا که سیو شد بریم تو تبسم اسینا توپک رو اینجا بهت میکنم، این رینه ایش میکنم، اینو کنمش دات یس، حتی باید اینو بدنم اینجا چون این عمل ارور میده، اینو یس بزنم بعد یس اینو بستم، اینو F2 دات، اینو که زدم یس و اینو اوپن میکنمش. اینو اگه با تکست بازش کنم، با نرم افزار تکستی مثلا مثل پینت بازش کنم، اینا چی میشه؟ اینجوری باز میشه. حالا اول باید 5448 اینجا براش چی مشخص کنم، بعد اینو سیو کنم، ببین اینا با کاما جدا شدن، این x این y اینم چی زده ما هستش. حالا میام توی نرم افزارمون اینجا توی قسمت اینترپولیتور، اینجا میام چیکار میکنم، این توپو داد ده تا بهش میدم، اینجا اینا چیکار میکنه برام انجام میده، روشم کریجینگ grid position go، اینو که زدم the number of data point is 0 topo dot that topo topo ما entity بزنم، اینو باید یه سیوش بکنم، دو مرتبه این سراغ نرم افزار یه گو بزنیم، این توپو رو این کار باید انجام بدیم که دقیقا چی میشه، این کریجینگش انجام بشه، زر روش کادرانتش اکتانتش و اینجا توپو رو مشخص کردن گریدت، این کار باید انجام بده تا طریقا The number of data point is 0. از این ما بیم سراغ اکسل، دو مرتبه داده رو بیارم، من احتمالا یک مشکلی توی داده هامون هستش.
این اگه من با اکسل بازش بکنم اوپن وی بزنم، این فایل در حقیقت دادت رو اوپن وی بزنم با فایل با چیز باز کنم با اکسل. اینو سیو بزنیم، سیو ازش بکنیم به صورت تکست اگه بشه بهتره فکر کنم. اینو من به صورت تکست دو مرتبه ذخیرهش کردم، اینو افتو بزنم دو مرتبه، اینو ببندمش دو مرتبه، میام سراغ نرم افزار، اینو دتش میکنم تکستش میکنم، اینا باید اینجا هم جدا باشه. حالا دلیلش چی هست؟ اینکه باید تب چیست ده، اینا باید همه از هم جدا باشه. اینا سیوش میکنیم، دوباره میگم سراغ نرم افزار اینترپولیتور، این اینپوت فایلمون هستش topo.txt دادت رو بشن دادت رو اینجا مشخص میکنیم براش، گو اینو انجام داد، بالاخره انجام داد، اینو که انجام داد کلوز میکنیم، این تمومه، یک کی میزنیم اینجا، میان سراغ قسمت تاپ آف لیر، اینجا الان چیزی دیتا ها رو وارد کنیم، اینجا میان سراغ ریست ماتریکس، باشه ریست ماتریکس نه قسمت ماتریکس، اینجا میزنم لود، اینجا گفته که از سطر 31 استفاده میکنم و این فایل گریدت رو چکار میکنم، اینجا گریدت دت دت رو چکار میکنم اوپن میکنم، اینو که اوکی کردم تمام مقادیر ارتفاعی من یا توی این مدل من چی میشه میشینه، این مقادیر دقیقا چیه سطح زمین من هستش، دو مرتبه اگه بازش کنم این مقادیر رو میتونم ببینم.